سلام و درود و مهر بر شما فراگیران عزیز و علاقه به بیادگیری زبان انگلیسی لطفی هستم از حیات دانشگاه مدر سرهای آیال توفل و مکالمی زبان انگلیسی و در خدمت شما ایزان هستم با تدریس جلد اول از کتاب محبوب انگلیش و کابر این یوز درس سیوم هستیم در خصوص کانتری ساید این در کانتری ساید کسانی که علاقه من هستن من در زیر همین پست لینک درس اول رو گذاشتم البته تمام درس ها اوتانمس هستن و شما از هر جایی میتونید شروع کنید و ضرورتی نداره که از درس یک شروع کنید درس سیوم همونطور که گفتم این the countryside همون اول یک نکته ای رو که خیلی از فراگیرها بوده بارها از من سوال پرسیدن رو بذارید همین اول من خدمتون بگم خیلی ها میپرسن بالاخره کشور هستش روستا هستش گیلاق هستش ما چی ترجمهش کنیم واقعیت اینه که همه اینها میتونه باشه یعنی کانتری در واقع میتونه به معنی کشور باشه خود کتاب گفته کانتری can also mean a nation for example France China کلمه کانتری میتونه به معنی کشور باشه مثل ایران مثل چین مثل فرانسه همین ها کانتری هستن اما در زبان انگلیسی خیلی وقتها به ویژه وقتی که حرف تعریف د قبلش بیاد the country یا the countryside میتونه معنیش این باشه که not the city not the city این هر محدوده خارج از شهری رو ما میتونیم بهش بگیم country یعنی خود روستا، خومه شهر، ییلاقات جاهای دیدنی، طبیعت بیرون همینو شامل the countryside میشه پس واقعیت اینه که شاید کلمه کانتری ساید ما یک معادل دقیق فارسی براش نداشته باشیم اما به لازم مفهومی بفهمیم که هر جایی خارج از شهر ما میتونیم بهش بگیم که the country یا the countryside خب جمله رو یه بار براتون میخورم the countryside and the country both mean not the city کلمه countryside و country هر دوشون یعنی not the city country همونطور که گفتم کلمه country can also mean a nation همچنین میتونه معنی یک ملت رو بده مثل فرانس و حالا خیلی کشورهای دیگه things we can see in the countryside things we can see in the countryside بازم از ازتون میخوام که حتما بعد من کلمات رو تکرار کنید برای بار چندم دارم میگم که تسلط برای سپیکینگ و روانخانی با صرف دانستن حل نمیشه یعنی که ما فقط بدونیم که این بهش میگن mountains این منجر نمیشه ما سپیکینگ خوبی داشته باشیم باید اینقدر این کلمات رو درست ادا کنیم و تکرار کنیم و لفظ رو درست تکرار کنیم که بتونیم روون هم اینا رو بخونیم اوکی سو پلیز repeat افتر می لطفا بر ما تکرار کنید و معانی رو هم خاله خوشبختانه قشنگ تصویرش رو کشیده mountains mountains نیست mountain mountains کوه کوهستان کو forest 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 جنگل حال درسی آینده و درسی قبل هم داشتیم وود Wood یا woods به معنی جنگل هم هست جنگل هم به معنی جنگل هست تفاوت هایی دارن که حالا سر فرصت تو همون درسی که مقتضی باشه راجع بهش توضیح میدیم اما فعلا هم ما داشته باشیم که فارست به لحاظ حجم و به لحاظ گستردگی خیلی بزرگتر از وود و وودز هستش فارست جنگل لیک لیک دریاچه فیلز فیلز مزاره پث راه کانتری رود کانتری رود جاده روستایی جاده جاده مثلا بین روستاها village village روستا hills تپها هیلز هیلز تپه ها river, river. رودخونه farm farm مزرعه farm خب living and working in the countryside زندگی کردن و کار کردن در Countryside that in the countryside, people usually live in a small town, for example, six thousand people or village, for example, seven hundred people. Okay, in the countryside, in the countryside, that countryside, people. usually معمولا live in a اسمول تاون توی یک شهر کوچیک زندگی میکنن وقتی میگیم تاون جمعیت مثلا حدود 6000 نفر باشه یا ویلج وقتی میگیم روستا جمعیت مثلا حدود 700 نفر هستش خب پس نشون میده که این اصطلاحات بیشتر اصطلاحات حالا مردم شناسی جامعه شناسی و به قول معروف تقسیماتی هستن که بر اساس افراد ساکن محسوب میشن مثلا اسمول تاون یک شهر روستای کوچیک یک شهر کوچیک شهری که 6 6000 نفر جمعیت داشته باشه پس همونجور که درسی قبلا هم اشاره کردیم سیتی میشد شهر تون میشه یک شهر کوچیک و ویلج میشه روستا ا فارمر یک کشاورز lives on a farm lives on a farm رو مزرعه کار میکنه and works in the fields و توی مزارع کار میکنه حالا باز کلمه فارم و فیلز هم حالا از اون کلماتی هستن که یه خورده باز خیلی از فرای ایران سوال میپرسن فیلز uh, اون دشت ها و مزاری است که معمولا خارج از اون شهر و روستا قرار دارن و فارم معمولا اون مزاره و به قول معروف محلهای کشت هستن که در داخل روستا هست معمولا درشه پرچین میزنن محصوره و مشخصتر هستش داخلتر هستش پس فارم و فیلز شاید تفاوتشون اینجوری بتونیم بیان کنیم A farmer lives on a farm And works in the fields. My friend lives in a cottage. Dusamantri Kulvizendigimik a cottage. My friend lives in a cottage. a cottage a small house in a village or the countryside. A small house in a in a village or in the countryside. Ketu قبلا توضیح دادم که house تفاوتش با home اینه که بیشتر فیزیکالتی و جنبه فیزیکی و ظاهری خون مده نظره خب شاید لازم باشه یک بار دیگه من سریع بخونم living and working in the countryside in the countryside people usually live in a small town for example 6000 people or village for example 700 people A farmer lives on a farm and works in the fields. My friend lives in a cottage a minute, nature and conservation nature and conservation tabbyatss or the man of that should it nature means. everything in the natural world، everything in the natural world، طبیعت وقتی ما میگیم ماندورومون هر چیزی در دنیای طبیعته، for example animals، حیوانات، birds، پرندگان، plants، گیاهان، etc. پس هر چیزی در رابطه طبیعت، از جمله animals، birds، plants، اینا رو ما نیچر اطلاق میکنیم. There is wonderful wild life in the north of the country. There is وجود دارد خب به لحاظ گرامری هم یک توضیح قبلا داده بودیم گفتیم که در is یعنی وجود دارد برای مفرد به کار میبریم و در آر یعنی وجود دارد ولی برای جمع به کار میبریم اینجا البته چون wildlife لایف یک کلمه هستش که اسم قابل شمارش نیست ما باز هم از مفرد استفاده میکنیم پس تصحیح میکنیم بگیم که ما برای اسامی قابل شمارشی که مفرد باشن و برای اسامی غیر قابل شمارش از there is استفاده میکنیم there is وجود دارد there is wonderful wildlife in the north of the country یک حیات وحش شگفتنگیزی بسیار جالبی در شمال کشور وجود دارد in the north of the country حالا در جنوب کشور باشه میگیم in the south of the country غرب کشور باشه in the west of the country شرق باشه in the east of the country شامل چی میشه wildlife؟ animals حیوانات birds پرندگان فیش ماهی ها and insects و حشرات بله حشرات هم پس شامل حیات وحش میشن near the village نزدیک روستا there is a conservation area یه محیط حفاظت شده است a conservation area یعنی یک محیط حفاظت شده place where wildlife and nature are protected place مکانی که wildlife and nature are protected حیات وحش و طبیعت are protected محافظت میشه مجهول ان حالا در که در خصوص گرامر باشه به تفصیل در خصوص مجهول صحبت خواهیم کرد فقط ما حالا بدونیم که are protected مجهول یعنی اینکه محافظت, محافظت میشوند خب بریم به سلاید بعدی کامن میسته این حالا خیلی جالب اتفاقا بازم از نکاتیه که خیلی از سراغیرا دیدم که یه خورده توش میلنگن ببینید تفاوت بین کلمه نیچر و کانتری ساید چه تفاوتی دارن ما تو فارسی به همه میگیم طبیعت مثلا من مثلا ما میگیم که من طبیعت رو دو دوست دارم رفتم تو طبیعت قدم زدم اما به زبان انگلیسی این اینطوری نیست قاعدتاً اگر طبیعت یک مفهوم ذهنی و به قول معروف غیر قابل ملموس باشه ما از نیچر استفاده میکنیم اگه میخوایم بگیم من طبیعت رو دوست دارم میگیم که I love nature I love nature و, مراقب باشیم که the رو قرف تعریف the رو قبلش به کار نبریم برای من I love the nature غلط هستش باید بگیم I love nature I love nature the رو به کار نبریم اما وقتی منظورمون اون طبیعت بیرونی که توش میریم و قدم میزنیم و با چشم میبینیمش و ازش استفاده میکنیم اونجا دیگه از واژه ذهنی نیچر استفاده نمی کنیم از the countryside استفاده میکنیم I like walking in the countryside I like walking in the countryside من علاقه به قدم زدن در طبیعت هستم پس حواس این باشه تو ترجمه مجبوریم از واژه طبیعت استفاده کنیم اما در معنی دقت کنیم رو تا کاربرد رو با هم دیگه قاطی نکنیم حواس این باشه نیچر از نات ا این خیلی میتونه کلیدی باشه برای فهم این تفاوت اصلا کلمه این نیچر یک یک جا نیست یک مکان نیست کانتری ساید یک جا و مکانه نیچر یک مفهوم ذهنیه من طبیعت رو دوست دارم I love nature اما من رفتم قدم زدم توی طبیعت به قول خودمون فارسی میگیم I walked مثلا in the countryside بودورم که تفاوت اینا رو متوجه شده باشید اگر باز هم نیاز به توضیح هست زیر همین پست کامنت بنویسید که من براتون توضیح باز بدم uh, In the south of the country در جنوب کشور There is a national park یک پارک ملی وجود داره National park پارک ملی پارک ملی چی هستش؟ Very big national conservation area یک مکان محافظت شده خیلی بزرگ هست که حالا ملی هستش A very big national conservation area خب حالا اینم wild animals که انواع حیوانات که گفتیم شامل birds پرندگان animals حیوانات plants گیاهان و همه چیز میشه حیات وحش خب قسمت دی things to do in the countryside حالا توی countryside توی خارج از شهر ما چه کار میتونیم انجام بدیم you can take food you can take food میتونید غذاتون رو بردارید and drink بدونید غذا و نوشیدنی رو بردارید and have a picnic و یک پیکنیکی داشته باشید You can take food and drink and have a picnic. Or You can go walking or skiing in the mountains شما میتونید برید قدم بزنید یا سکی کنید در کوها خب حالا تو درسی که مربوط به سپورتس بود اگه خاطرتون باشه ما گفتیم یکی از کاربورت های مثلا ورزش کردن اینه که ما حرف فعل go رو با یک فعل آینجی دار به کار ببریم که تحریک رو نشون مثل go walking قدم زدن go skiing سکی کردن شنا کردن چی میشد؟ Go swimming دویدن Go running پس از این کاربورد بسیار پر کاربورد Go به اضافه اکتیویتی غافل نشید توی speaking و توی رایتینگتون خب حالا سوال هم ازتون میپرسم ببینم شما جواب بدید که Do you like to be in the countryside? Why? Do you like to be in the countryside? دوست دارید که توی طبیعت باشید اگه دوست دارید وای چرا ممنون که با لایکتون و با سابسکرایب کردنتون و با کامنت هاتون ما رو حمایت میکنید و باعث میشید که ما بیشتر دیده بشیم و افراد بیشتری از آموزش های ما استفاده کنن و برای افراد بیشتری مصمر سمر باشیم چنانچه سوالی و نکته هست زیر همین پست شما بنویسید و ما سعی میکنیم که در اسرع وقت به شما جواب بدیم now flag was you should have a good time and bye